جنگ رویادوز با آریانا سعید و تهمت جدید رویادوز برای آریانا سعید. آیا با واقعیت رویادوز توسط افراد آریانا سعید زهر داده شده بود؟ رویادوز به چی دلیل در شفاخانه بستری بود؟ اکنون صحت رویادوز چی گونه می باشد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. رویادوست هنرمند موفق، جوان و خوش صدای افغانستان که شهرت و محبوبیت رویادوست در میان مردم افغانستان آواز است. هرچند رویادوست در سن نوجوانی میخواست دختر سینمای افغانستان شود و ای فیلم های مختلفی هم ثبت کرده است که فیلم های رویادوست مورد حمایت و تشویق خوبی قرار نگرفت. رویادوست در اصل از ولایت زیبای هرات میباشد. در سن نوجوانی افغانستان را به مقصد آلمان ترک کرد. اکنون رویادوست در کشور آلمان زندگی میکند. عروسی کرده بود و ثمره ازدواجش یک پسر میباشد، اما به دلیل نامعلومی از همسرش جدا شده است. رویادوست در سالهای 2008 و 2009 در افغانستان در کنسرت‌های آریانا سعید اشتراک می‌کرد و رابطه خوب با آسیب نامزد آریانا داشت. چند قبل رویادوست به دلیل نامعلومی در شفاخانه در آلند بستری شد و دلیل بستری شدن خود را رویادوست زهر دادن می‌داند. رویادوست میگوید آریانا سعید رقیب و دشمن من است، ولی تا کنون آریانا سعید در مورد گفته های رویادوست ابراز نظر نکرده است و کاملا خاموشی اختیار کرده است. اما تا کنون حقیقت این ماجرا هم معلوم نیست که آیا حرف ها و ادعاهای رویادوست حقیقت دارد یا خیر، ولی به هر صورت من آرزوی سلامتی، کامیابی و موفقیت برای اردو نرمند جوان کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران رویادوست و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.